الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. برادران و خواهران عزیز در اسلام، ما شما را خوش آمدید میگم با سلام زیبای اسلام. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوشحال هستم که بازم در خدمت شما قرار دارم و یک پیام بسیار کوتاه دارم، با واسطه که من مریضم هستم و همین مایک ما هم خراب شده و دیگه مایک ما در داریم تا اون مایک برسه و انشالله که برنامه ها و سلسله ویدیوهای خود ادامه بدیم. اما بازم بعضی اوقات میشه که انسان همی در داخلش خودش آرام نمیگیره و میخواد که بعضی چیزها را یعنی به گوش انسان ها برسانه، با وصفی که انسان ها اکثریتی که پاره میفهمن، اما ما بازم میخواییم که به گوششان برسانیم و اونا را هم یک کم تکان بدیم و یک کم بیدارشان بسازیم. یک سوال است که هر کس یعنی پیشش خطور میکنه که امی بعضی اوقات ما مشنیم، میگه اگر اینی گپ شوه باز دستاورد 19 ساله ما چطور میشه، دستاورد 19 ساله ما چطور میشه. ما امیر کوتا میخوایم که بر شما بگویم که این دستاورد 19 ساله که میگن هدف اینا از چی است، هدف اینا از چی است. دستاورد 19 ساله ما یعنی تجاوز و حمله صلیبی ها تقریبا بیشتر از 46 کشور در داخل افغانستان. دستاورد 19 ساله ما یعنی تمام معادن افغانستان به تاراج بردن، چور کردن و چپاول کردن توسط نمی صلیبی ها و نوکران داخلی شد. دستاورد 19 ساله ما یعنی افزایش رشوت. دستاورد 19 ساله ما یعنی آوردن کاباره های روسی و چینایی در افغانستان. دستاورد 19 ساله ما یعنی غصب جایدادهای شخصی مردم و دولتی توسط مافیای زمین. دستاورد 19 ساله ما یعنی قتل، کشتار، غصب جایدادها، قسمت گفتم حتی به سطح بسیار بلند و مقامات بسیار بلند حکومتی که حتی خود رئیس جمهور هم در کمپاین های خود دست داره و خودش زمین های دولتی را به فروش میرسانه و توسط از او میخواید که خود به قدرت برسانه توسط پولش. دستاورد 19 ساله ما یعنی میلیون ها انسان معتاد. دستاورد 19 ساله ما یعنی میلیون ها انسان بیکار، میلیون ها انسان زندگی نمودن در تحت فقر. دستاورد 19 ساله ما یعنی که افزایش فرهنگ بچه‌بازی و فرهنگ زن رقصاندن توسط انسان‌های زورمند که خودشان فعلا در حکومت دخیل هستند. دستاورد 19 ساله ما یعنی اسلام ستیزی، یعنی دین ستیزی، یعنی دین ستیزا را بسیار خوب و بسیار بسیار یعنی محترم جلوه دادن، سرکوب نمودن مسلمان‌ها، رشخند زدن حتی به ریش بابیشان و با چادری مادرشان. دستاورد 19 ساله ما یعنی فقر، ناامنی، بیکاری، یعنی حتی بالای یک موبایل انسان کشتن. دستاورد 19 ساله ما یعنی نشر و پخش نصرانیت و علنا برشان اجازه دادن و مراکز برشان اعمار کردن و ایجاد کردن. دستاورد 19 ساله ما یعنی افغانستان فروختن و بالای هر قسمتش و بالای هر وجب وجبش معامله کردن. دستاورد 19 ساله ما یعنی کار به اهل کار نسپردن. دستاورد 19 ساله ما یعنی دزدی، چور، چپاول، غارت، انسان کشی که امروز یک انسان از خانه خود بیرون میبره پس کس دیگه فامیلش یعنی منتظرش بوده نمیتونه، تا انتظارش نداره که پس میای خانه یا نمیای. دستاورد یعنی 19 ساله ما آوردن فرهنگ شوم انتحار و انفجار. دستاورد 19 ساله ما امتحان همه گونه اسلحه صلیبی ها در داخل افغانستان و در داخل خاک ما.
دستاورد 19 ساله ما از همی اسلحه‌ای که امتحان میشه امراض گوناگون، آمدن امراض گوناگون حتی برای اطفالی که نو تولد میشن. دستاورد 19 ساله ما میلیون ها انسان که هنوز اونا به سن بلوغ نرسیدن و کودک هستند در روی سرک ها با فروختن پلاستیک و ساجق و با خواستن یک افغانی و دستاورد 19 ساله ما از همو اشخاص افراد استفاده کردن و مورد تجاوز قرار گرفتن. دستاورد 19 ساله ما و و و و اینی از دستاورد 19 ساله ما که همگی چیخ میزنن، در پارلمان هم چیخ میزنن، همو وکیلای خاین مزدور مشهور امریکا که همیشه وقتی که صدای اسلام بیرون شوه ببینید که دهنشان تا گلو پاره میشه، اما یک چیز دیگه اگه باشه کارشان خاموش هستن، قرار نشستن، یک تعداد بسیار کمش که اگه انتقاد کنه، چون خودشان دست دارن، خودشان احزاب سیاسی دارن و خودشان به خاطر منفعت بیگانه ها و به خاطر منفعت شخصی خود کار میکنن. اونجا که رفتن وقتی که میخواین وکیل شوان لک ها دلار اینا مصرف میکنن، اول از کجا میکنن که مصرف میکنن، بازو باست اینا به چی خاطر مصرف میکنن؟ به خاطر مصرف میکنن که 2 لک دلار یک مصرف میکنن، خودشان به زبان خود میگه که من اینقدر دلار در کمپاین خود مصرف کردم. وقتی 2 لک دلار به مصرف میرسانه انتظار 2 میلیون دلار داره که به دست بیاره. دیگه ای بود کوتا، اما درد دل ما که ما از این دستاورد 19 ساله میفهمیدم و میدانستم، امروی شما شریک ساختم. شما هم ویدیو را امروی تمام عزیزایی که میشناسین شریک بسازین در تمام صفحاتتان، تا هر عزیز ما که پیشش سوال خلق شده که این دستاورد 19 ساله ما چی است، حداقل یک گوشه از این دستاورد 19 ساله را بفهمن و بدانن. هذا اقول قولی و استغفر الله لی و لکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.